قربان نگاه های همه شما هموطنان عزیزم از اینکه تا کنون ما را همراهی میکنین. بخش نخست برنامه هست و امروز هم دختران توانایی در کنار ما هست. هر کدامشان صحبت های خیلی خوبی برای ما و شما خواهند داشت. در برنامه صحبت خواهیم کرد از درس های مکتبشان، از دنیای کودکانشان و در حال حاضر ای که چه کارهایی را انجام میتن، چقدر آمادگی گرفتن برای امتحانات سالانه، از همه مهمتر ای که ما دیگه کم کم نزدیک میشیم به فصل زمستان، همچنان ای که در زمستان پیش رو قرار هست چه درسهایی را بگیرن، چقدر آمادگی داشته باشند و چقدر آمادگی بگیرن برای سال آینده. همچنان میزبان مهمانای خوبی هستم و خوب هست که با ایشان هم معرفی شیم. مهمانای این بخش من آتکه جان، شکیلا جان و همچنان فرشته خورترک دیگه امروز با ما هست. فرشته سلام، صبحت بخیر. به نام خداوند مهربان، سلامی گرمی به شما مجری عزیز و همکارانتان و خصوصا برندگان صبح فردا. من فرشته مرزایی مهمان برنامه امروزی شما هستم. زنده و سلامت باشی. دیگه فرشته ما چقدر مقبول هم صحبت میکنه. فرشته دیگه یک سلام خیلی گرم هم تقدیم ما و تقدیم همه هموطنان عزیز همچنان کرد در این گل سو و به خصوص در این شب و روزی که هوا دیگه کمکی سرد هست. تشکر از خودت. من هم خوشحال هستم که امروز فرشته این نازنین را با خود ما در برنامه داریم. شکیلا جان هم صحبت بخیر ازم، خیلی خوش آمدی. به نام خداوند مهربان، سلام میدهم برای شما و بینندگان عزیز و به خصوص مجری امروزی و همکاران شما. زنده و سلامت باشی. ما هم خوشحال هستیم حضور خودت را در برنامه داریم و همچنان آتکه جان هم صحبت بخیر ازم، خیلی خوش آمدی. درود و سلام محضر ارزشمند شما مجری موفق این برنامه و همکاران گرامی، همچنان تلویزیون راه فردا. امیدوارم که یک صبح سرشار از خوبی ها را آغاز کرده باشید. آتیکت های هستم، متعلم صنف ششم، یک تن از دکلماتوران مرکز آموزشی محور. بسیار عالی، خوشحال هستیم که امروز میزبان دیگه یکی از دکلماتوران موفق هم چنان هستم و ای که اگر در آغاز ابتدای صحبت ها را از اینجا آغاز کنیم که معنای نام چی هست آتیکت؟ معنای نام خوشبو بودن یا پاک بودن میتونی. بسیار عالی، خیلی معنای قشنگی هم داره. نامت کی انتخاب کرده؟ پدرم. پدر جانش دیگه، سپاس از پدر آتکه نازنین. خب خوشحال هستم که امروز دختران توانایی را در کنار خود دارم و در کل روزهای سه‌شنبه بر من خوش میگذره، چون دختران موفق، دختران توانا، دختران زحمتکش، دختران سرزمین ما که در کل همه ایشان زحمتکش هستن و اینکه همیشه وقت عزم راسخ دارن، تلاش میکنن، دست از تلاش بر نمیدارن. همو تو هست دیگه نفرشته؟ خب امروز بر ما فرشته در برنامه چی آورده؟ یک تا دکلمه آورده که یکی از شعرها دیگه دکلمه میکنه، درست؟ بسیار عالی. صنف چندم مکتب هستی؟ چهارم. صنف چهارم مکتب، درس ها چطور میگذره؟ خوب هست یا عالی هست؟ خوب هست، هم عالی هست. دوتایش میشه یک جا؟ بین خوب و عالی کدامش انتخاب میکنه؟ عالی را انتخاب میکنه. بله، درس های مکتبش دیگه هم تو عالی میگذره و مطمئنن که فهمیده میشه. فرشته دیگه در درس های مکتب زیاد تلاش میکنه. آتیکه جان صنف چندم هست؟ صنف ششم. صنف ششم که خوشبختانه مکتب میری. و شکیلا جان؟ صنف پنجم. صنف پنجم، صنف چهارم، پنجم و ششم دیگه پشت سر هم هستین. خب صنف آتکه جان است، همیتون بالاتر هست. آتکه صحبت داشته باش ازم که درس ها در حال حاضر چطور میگذره و اینکه چند مدت مانده تا امتحانات سالانه؟ دمی اول قوس امتحانای ما شروع میشه. بله. دیگه خوب میگذره. میگذره. بسیار عالی. امروز هم که تاریخ 23 عقرب سال 1402 هست، دیگه 7 روزی باقی مانده تا امتحانات سالانه، درست؟ فرشته آگاهی داشتی از امتحانات سالانه؟ بله، چهارشنبه بعدی ما امتحانات سالانه هست. به به، دیگه فرشته از روزش حتی خبر داره، مطمئنن که زیاد آمادگی گرفتی، درست؟
بله. شکیلا چطور آمادگی گرفتی؟ چقدر آماده هستی؟ اصلا آماده هستی یا نیستی برای امتحانات سال آمد؟ بله آماده هستم. خیلی درسام خوب پیش میره. خوب پیش میره؟ کدام مضمون دیگه کمک سخت هست و فکر میکنی که امتحانش باید چگونه سپری شود؟ زیادتر انگلیسی. انگلیسی سخت هست؟ و اینکه تلاش کو هنوز هم وقت هست، یک هفته مانده تا امتحانات سالانه. مطمئنن اگر یک کس تلاش کنه، زحمت بکشه، میتونه که نتیجه خوبی هم بگیره. خب میشنیم از شکیلا جان، در نخست بر ما در رابطه به هم صحبت داشته باش که چی آوردی در برنامه. برای بیندگان عزیز و شما دوتا دکلمه آوردم که یکیش در رابطه با دندان است و یکی درباره سقف خانه. بسیار عالی. نخست در رابطه به همین شعری که در رابطه به دندان هست از خودت میشنویم، بخوان، بعد میپردازیم به سایر شعرهای دبچه. درست؟ بفرما. به نام خداوند مهربان. یک نفر نان داشت، بینوا دندان نداشت. آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت. آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود. آن که در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت. دشت باور داشت گرگ در میان گله است. گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگی چوپان نداشت. یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود. آن یکی با بار خر میرفت و خر پالان نداشت. یک نفر فردوس را ارزان به مردم میفروخت. نقشه ها کوپندار داشت در اما شیطان نداشت. هر کجا دست نیازی بود از سوی دراز. رعیت بیچاره بخشش داشت اما خان نداشت. رعیت بیچاره بخشش داشت اما خان نداشت. خیلی عالی بود. سپاس از خودت. شعر فوق‌العاده زیبایی را انتخاب کرده بودی. چه چیزی باعث شد که بخوای این شعر را در برنامه دکلمه کنی؟ باعث شد این را زیادتر خوش داشتم از همه دکلمه. بسیار عالی بود. شعر قشنگی بود با محتوای خوبی که برای هر کدام ما آموزنده بود. خب شعر فرشته را هم بشنیم. شعر من یک شعر درباره کم کم قرآن صحبت کرده و دیگه شی کودکانه درباره یک دوسته گفته. بسیار عالی. بفرما کدام میشه اول شروع کنم؟ اول دیگه هر کدام میشه که خودت دوست داری. نه هر کدام میشه شما گفت. خب هر کدام میشه که ما بخوایم. خب همین شعر که در رابطه به یک و دو و سه هست از خودت بشنویم نخست. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دندانه داره، دو دندانه داره، سه دندانه داره، چهار تیر چراغبت، پنج دامن پرچی، شش داره میفته، هفت دو شاخه بالا، هشت دو شاخه پایین، نه مرد کلادار، ده مادر و بچه. خیلی عالی بود. دیگه تشویق کنین فرشته را. خیلی شعر قشنگی بود. شعر آتکه جان هم میشنیم؟ درباره خداوند. درباره خداوند در این گل صبح خیلی عالی هست. میشنیم از خودت. باور الها، باور الها، از کوی تو بیرون نشود پای خیالم. نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی، چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدار و ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی. پشت دیوان نشینم چو گداب از سر راهی. کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. ممنونتون. خیلی عالی بود. در این گل صبح دیگه برنامه را با شعری که خواندی و به خصوص شعری که در رابطه به خداوند بود دیگه دلهای ما دیگه آرام شد. آرامش خاصی برای هر کدام ما دیگه دست داد. همچنان شعر خیلی خوبی بود. مشخصا فکر کنم چند مدتی میشه که دکلمه میکنی، درست؟ چند مدت میشه؟ یک سال میشه که دکلمه میکنی. بیشتر شعرهای کدام یک از شاعران ما را
دوست دارید کلمه کنیم؟ امی شاعرای شعر استاد عبدالعظیم جایا. بسیار عالی، شعر استادتان دیگه درست؟ خیلی عالی بود. خب یک تا شعر دیگه هم فکر کنم شکیلا آورده برمانه، بفرما از خودت میشنیم. بیا تا گل برافشان و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی با گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را لشکر در مجمر اندازیم. چو در دست دست روی خوش بزن مطرب سرودی خوش، چو در دست دست روی خوش بزن مطرب سرودی خوش. که دست افشان غزل خانیم پاکوبان سر اندازیم. سبا خاک وجود ما بدن عالی جناب انداز، بود کانشا خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافت یکی تاماد می بافت، بیا که این داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدل اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوزه کنسر اندازیم. که از پای خمت روزی به حوزه کنسر اندازیم. بسیار عالی، شعر فوق العاده زیبایی شکیلای نازنین. مشخصا این شعر را از کجا پیدا کرده بودی؟ یک تا ویدیو بود از ایرانا دکلمه کرده بود. از کی بود؟ شاعر شان نمیدونم، فقط از ایران بود. بسیار عالی، خودت هم خیلی زیبا دکلمه میکنین. خیلی سپاس از هر دویتان و شعر فرشته ما را هم میشنیم در اخیر برنامه و ای که باز خداحافظی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به مادر دل انشا کن، مدوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با ما. بیفشان قطره ای اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره ای اخلاص، دریا کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد دل بر مکن، باز آی در این خانه، دو قلباب کن، با کردنش با من. به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم آن را، طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من. چه خوری روز امروزی، ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور، تأمین فردا کردنش با من. به قرآن آیه رحمت فراوان است، ای انسان بخوان این آیه ها و تفسیر و معنی کردنش با من. بیا قبل از وقوی مرگ روشن کن حاجت خود را، بیاور نیک و بد را، جمع و مهنا کردنش با من. بله. اگر مجبوری گناه کردی، مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس، مصفا کردنش با من. تو توبه نامه را بنویس، امضا کردنش با من. شاعر ژولیده نیشابوری. خیلی عالی، به به، خیلی زیبا بود دیگه. شعر قشنگی را انتخاب کرده بودی. کی انتخاب کرده بود برای خودت؟ استاد. استادت انتخاب کرده بود، خیلی قشنگ بود. خیلی تشکر از هر سه‌تان، از حضورتان، از اینکه امروز در برنامه کنار ما بودین. خیلی کوتاه هم می‌خوایم که از اهداف شما بپرسم، اینکه دختران توانایی که امروز در برنامه ما بودن چه اهداف بلندی دارند و می‌خوایم که در برنامه در آینده هم چه کارا شون. نخست بر ما آتکا جان میگه. اول میخوایم یک خبرنگار شوم، بعد از اون مثل شما رو یک مجری برنامه یک زنده باشم. بسیار عالی، انشالله خودت میتونی. اگر کمک دیگه تلاش کنی، کوشش کنی. و شکیلا جان؟ ما میخوایم در آینده شاعر و انجینیر تکنیک شوم. بسیار عالی، میتونی درست؟ آه. بسیار عالی. و فرشته ما؟ اول میخوایم یک دکتر عقل و اعصاب باشم که جراحی نداشته باشه و مریضا را اذیت نکنه. و نخست میخوایم که یک شاروال شوم که شهر خود را تمیز نگه دارم. بسیار عالی، هدف خیلی بزرگی هم فرشته عزیز داره. انشالله که میتونیم
به ای اهداف بزرگی داری خودت همچنان دست پیدا کنی. سپاس از حضورتان. ممنون. خیلی خوشحال شدم که امروز شما را در کنار خود داشتم.